سلام دوستان، به کلاس درس امروز ما خوش اومدین. امیدوارم آماده باشین که با هم مبحث گراف ها رو ادامه بدیم. توی جلسه گذشته یه خورده با ویژگی گراف ها آشنا شدیم. این جلسه میخوام یه ذره بریم جلوتر. به گراف هایی که یه سری ویژگی خاص دارن یه اسم خاصی نسبت بدیم. حالا توضیح میدم دقیقا منظورم چیه. بیاین اول یکی از خاصیت های مهم گراف ها که جلسات پیش باش آشنا شدیم و اینجا مرور کنیم. گفتیم هر گرافی از مرتبه پی این خاصیت رو داره که اندازه اون، یعنی تعداد یال‌هاش که معمولاً با کیو نمایش میدیمش، عددی بین 0 و انتخاب 2 از پی که پی گفتیم مرتبه گراف. خب یه دقیقه سریع یادآوری کنیم که این رابطه رو از کجا آوردیم. گفتیم تو حالت دست کم دست کمش که اون گراف فقط متشکل از یه سری رأس باشه، هیچ یالی بین رأساش وجود نداشته باشه، اندازه اون گراف 0 میشه دیگه. و از اون بر تو حالت دیگه پر پرش، وقتی تمام یال‌های ممکن رو رسم کرده باشیم، اندازه اون گراف میشه انتخاب 2 از پی، که این 2 از پی رو هم از اونجا آوردیم که گفتیم این مسئله شبیه یه مسئله جبر و احتمال میشه که یه مجموعه پی عضوی چند زیر مجموعه 2 عضوی داره. و برای اینکه یادآوری بشه بگیم 2 از پی رو چجوری حساب میکنیم. میدونیم که 2 از پی برابر پی در پی منهای 1 تقسیم بر 2 هست. خب پس کیو میتونه یه هر عددی بین این دو مقدار باشه. حالا خوبه که به این دو مقدار سر و ته این نام تساوی که در واقع دو حالت خاص هستن یه اسمی نسبت بدیم، یعنی به گراف هایی که این خاصیت ها رو دارن یه جور گراف های خاصی هستن دیگه، یه اسم خاص نسبت بدیم. خب شروع کنیم اول از حالت پر پرش، از حالت ماکسیمومش که همه یال های ممکن رسم شده باشه، اسمش رو بذاریم گراف کامل. که از بحثایی که الان کردیم میتونید حدس بزنید که گراف کامل به چه معنی است، ولی اینجا فقط بنویسیم برای اینکه تعریفش رو داشته باشین. گراف کامل گرافی است که تمام یال‌های ممکن در آن رسم شده باشد. حالا برای اینکه یه خورده این تعریف رو ریاضی ترش هم بکنیم، اینجا بنویسیم به عبارت دیگر بین هر رأسی با پی منهای 1 رأس دیگر، اینجا فرض شده که مرتبه گراف پی هست، پی منهای 1 رأس دیگر یالی وجود داشته باشد. درسته دیگه؟ این مثل همونه که بگیم تمام یال‌های ممکن رسم شده باشه. خب حالا به نظرم خوبه که با یه مثال اینجا بیایم منظورمون رو واضح کنیم. یه گرافی از مرتبه 4 رو در نظرتون بیارید، یعنی 4 تا رأس داره دیگه. اینجا من براتون بکشم 1 2 3 4. حالا فرض کنیم من میخوام با این 4 تا رأس یه گراف کاملی تشکیل بدم. چجوری میشه؟ باید بین هر رأسی با 3 تا رأس مقابلش یال‌های ممکن رو رسم کنم دیگه. درسته؟ این با این رسم شده، با این دوتای دیگه هم رسم میکنم به همین ترتیب. الان این شد چی؟ این شد یک گراف کامل از مرتبه 4، برای اینکه 4 تا رأس داره و هر رأسی به ستاره از مقابلش متصله دیگه. درسته؟ حالا برای اینکه تمرین کنیم بیام اینجا تعداد یال‌های اینو از این رابطه‌ای که داشتیم حساب کنیم، ببینیم درست در میاد یا نه. الان برای این گراف کیو به من بگی میشه چند؟ میشه همون انتخاب 2 از 4 که مساوی با 4 در 4 منهای 1 تقسیم بر 2 یا 6 هست. که ببینید که اینجا درست در میاد دیگه. الان 6 تا یال ما داریم، یه مربعیه که قطراش هم رسم شده. یه اینجا یه قرارداد دیگر هم بهتون بگم. هر گراف کاملی از هر مرتبه‌ای باشه اونو به صورت که اون مرتبه نشون میدم. حالا اینجا بنویسم یعنی چی؟ یعنی که گراف کامل از مرتبه پی رو با که پی نشون میدم. درست؟ این یه قرار داده. پس اینجا این گرافی که من براتون کشیدم میشه که 4.
به همین ترتیب میتونیم کی هر پی رو داشته باشیم و اندازه اون از این رابطه حساب میشه. خب حالا یه خورده بریم جلوتر. به حالت مینیمومش یعنی حالت کم کمش هم یه اسمی نسبت بدیم. پس نوع دوم گراف اسمشو میذاریم گراف توهی. منطقیه دیگه. گراف توهی. اینجا تعریفش هم بنویسیم. گرافی که بین رأس های آن هیچ یالی نباشد. هیچ یالی نباشه. و این گراف تویی میتونه از هر مرتبه ای باشه. فقط کافیه اون تعداد رسم رو رسم بکنیم و بعد هیچ یالی بینشون وجود نداره. مثلا اینجا بیان تمرینی یه دونه گراف تویی از درجه از مرتبه 3 بکشیم. 3 تا رسم داره، هیچ یال نداره. پس این میشه گراف تویی از مرتبه 3. و خب از روی شکلم واضحه و با توجه به تعریف اندازه این صفر هست. هیچ یالی نداره. گفتیم که این حالت خاص ناتساوی اینجا هست. برای اینکه جور در بیاد با تعریف بالاییمون اینجا هم یه قرارداد میکنیم. گراف توهی از مرتبه پی رو میان با کی بار پی نشون میدن. این بار معمولا تو ریاضی به معنی اینه که متممه یه چیزیه. یعنی کی پی یه گرافیه که همه یالهای ممکن درست شده درش. از اون وقت کی بار پی یا متممش یا متضادش این هست که گرافی که هیچ یالی توش رسم نشده باشه. پس اینجا هم برای تمرین بنویسیم. این الان هست کی بار 3 برای اینکه گرافی از در مرتبه 3 که هیچ یالی توش رسم نشده. خب بحث انواع گراف ها رو ادامه میدیم با معرفی یه نوع دیگه از گراف ها. گرافی که اینجا میخوام معرفیش کنم یه خاصیت جالبی داره و اونم این هست که درجه تمام رؤوسش با هم دیگه برابرن. یعنی چی؟ فرض کنید یه گرافی باشه که درجه تمام رؤوس هاش برابر عدد R باشه. در اون صورت اینجا بنویسیم نوع سوم. به این گراف میگن گراف R منتظم. که گفتیم یعنی چی؟ گراف آر منتظم گرافی که درجه تمام رؤوس آن آر باشد، عدد آر باشد. خب یعنی چی؟ اینجا بیام یه مثال بزنیم. مثلا یه گرافی از همون مرتبه 4 رو فرض کنید که 4 تا رأس داره. حالا فرض کنید میخوام یه کاری کنیم که درجه تمام رؤوس این گراف برابر 2 باشه. مثلا چه شکلی میتونه داشته باشه؟ این شکل دیگه. الان این گراف درجه تمام رأس‌هاش میبینید که 2 هست. در اون صورت به این گراف ما میگیم گراف 2 منتظم. یا مثلا دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ مثلا با همین 4 تا رأس میتونیم یه کار کنیم که درجه هر رأسش برابر 1 باشه. چجوری؟ اینجا من براتون میکنم. هر رأسی فقط به 1 رأس دیگه وصل باشه. مثلا اینطوری دیگه. در اون صورت این میشه گراف 1 منتظم. یا دیگه چی کارا میتونیم بکنیم؟ میتونیم همین 4 تا رأس رو مثلا داشته باشیم، هیچ یالی توش رأس نکنیم. میشه دیگه. اون وقت الان درجه همه رأس های این گراف 0 است. پس این میشه گراف 0 منتظم. یا مثلا حالت دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ مثل صفحه قبل همه یالهای ممکن رو توش رسم بکنیم. میشه همونطور که میدونید یه گرافی که مثل یه مربعه که قطراش رو رسم کرده باشین. این الان گراف 3 منتظم میشه دیگه. اگه نگاه کنید درجه تمام رأساش 3 هست. همینجا با همین مثال ما به یه نتیجه رسیدیم. این عدد R که گفتیم برای یه گرافی از مرتبه پی میتونه بین 0 باشه تا پی منهای 1. چطور؟ برای اینکه یه حالت این است که هیچ یالی رسم نکنیم که گراف 0 منتظم میشه که دیگه کمتر از این نداریم. یه حالت هم دیگه حالت پره پرش همون حالت گراف کامل هست که همه یالهای ممکن رسم شده باشه. یعنی هر رأسی به پی منهای 1 رأس دیگه وصل باشه که در اون صورت درجه همه رأس ها میشه پی منهای 1. همینجا الان یه چیز دیگر هم فهمیدیم. اونم اینه که گراف توهی در واقع یه گراف صفر منتظمه چون هیچ یالی توش رسم نشده. و گراف کامل
یه گراف پی منهای یک منتظمه. فرض شده اینجا مرتبه گراف پی هست. پس اینا یه حالتهای خاصی از گراف منتظم هستن. خب تو این جلسه سه مدل از گراف ها رو تعریف کردیم. تو جلسه بعدی بحث انواع گراف ها رو ادامه میدیم. تو جلسه درس بعدی میبینمتون.